هممیهنان عزیز و بزرگوارم، درود بر شما. به با خبر ایران شهر خوش آمدید. امروز هرمزشید 16 فروردین ماه 2583 ایرانیه و چهارم از ماه آوریل 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. اینجا کتابخانه مرکزی اصفهان و این عکس کتلت جدیده که اینجا زدم و خواستم از مردم و یعنی ارتش اسرائیل تشکر و قدردانی کنم. مرسی. خب هممیهنان عزیز و بزرگوارم، وضعیت در ایران به شدت بغرنج شده و تمام شواهد نشون دهنده اینه که رژیم تا حدود زیادی کنترل کشور رو از دست داده. جنبه‌های مختلفی داره که در این بخش سعی می‌کنم کوتاه باشه و حوصله‌تون رو سر نبرم بهش خواهم پرداخت، اما مهمترین اتفاقی که داره می‌افته امنیت مرزها و کلاً امنیت ملی هست. امروز 16 فروردین ما رسانه‌های متعدد گزارش‌هایی دادن از اینکه گروه جیش العدل که یک گروه اسلامگرای سنی است که در چند شهر به پاسگاه‌های سپاه و نیروی انتظامی رژیم حمله کرده، تعداد زیادی در این میان کشته شدند. خبر میگه 10 نفر در حملات جیش العدل کشته شدند. گروگانگیری در چابهار پایان یافت. در درگیری چند ساعته بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در 2 شهر استان سیستان و بلوچستان 10 نفر از نیروهای طرفین کشته شدند. روابط عمومی قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای روز پنجشنبه 16 فروردین ماه نوشت که جیش العدل به طور همزمان به 5 نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی در شهرهای چابهار و راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی 11 نفر از نیروهای انتظامی و نظامی و دست کم 18 نفر از افراد جیش العدل در این درگیری‌ها که بیش از 14 ساعت ادامه داشت کشته شدند. 14 ساعت شما خیال بکنید این گروه اومده با اینا می‌جنگیده، کشته و کشته داده. 14 ساعت جنگ. این در حالی که یه روز قبلش، دقیقاً دیروز، شما ببینید علی خامنه‌ای 4 تا پورتای می‌کرد. اینا نمیتونن امنیت مرزهای ایران رو تامین بکنن. صحبت از نابودی اسرائیل میکنن. اسرائیل هم هر جا که دلش میخواد اینا رو میکشه، از جمله مهمترین فرمانده هاشون که معلوم شده الان، حالا در بخش دیگه خواهم پرداخت به این که اون کسی که کشتن در حمله ای که پری روز اگر اشتباه نکرده باشن اسرائیل انجام داد در سوریه، اون طراح حملات 7 اکتبر اسرائیل بود که هدف بود و کشته شد. حالا در جای دیگه به اون خواهم پرداخت. اما روزهای گذشته اینا آنچنان هارت و پورتهای در مورد انتقام سخت میکردن که هر کی ندونه خیال میکنه الان اسرائیل رو ظرف 24 ساعت میخوان نابود بکنن، در حالی که اصلا امنیت داخل مرزها رو نمیتونه اینو تامین بکنن. یک گروه جنگجو اگر دلش بخواد از هر مرزی از ایران سلاح برمیداره وارد میشه، شروع میکنه به کشتن اینا و 14 ساعت میجنگن علیه اینا. این به وضوح نشانه سقوط داخلی رژیمه و اینکه نمیتونه دیگه سر ته قضیه رو هم بیاره. تمام اینا نشان دهنده اینه که اگر رژیم هم قدرتی ساخته در ایران نیست. یعنی پولو از ملت ایران دزدیده، سلاح و ادوات و همه چی فرستاده. الان شما خیال بکنید از روسیه گرفته تا عراق و لبنان و سوریه و یمن و همون خراب شده غزه و اونجا جا گرفته، همه چیزو فرستاده اونجا.
الان حتی پول نداره که در ایران پایگاه قوی داشته باشه و این یکی از بهترین نشانه هاست. گرچه همین الان بذارید روشن میکنم، گروه های مثل جیش العدل و گروه های دیگه، اینا گروه های اسلامگرا هستن، یعنی اسلام سیاسی، اونم با تروریسم قاطی. اصلا و ابدا یعنی فرق بین سپاهی و اینا برای من وجود نداره. این که الان دشمن داره تو سر دشمن میزنه برای ما خوبه، یعنی خوشحال کننده است برای ما. بنابراین ما اصلا از این گروه ها و اقداماتشون پشتیبانی نمی کنیم، به خصوص که بعضا میبینیم کارهایی میکنن مثل بمبگذاری تو اجتماعات مردم و اینا. اصلا ما با این کارا به شدت مخالفیم. خط مرز داره کار ما، سپاهی و بسیجی بله، زن و بچه سپاهی و بسیجی نه، به همین سادگی. خط و مرز داره، یعنی کیلویی نمیشه کار کرد. من بارها گفتم تمام این اخلاق سیاسی هم که ما داریم در مبارزه از تمدن ایران برمیخیزه و اصیله و اساسیه. حالا نشانه های دیگه که رژیم کنترل از دست داده چیه؟ اینکه هر روز قیمت ارز در ایران داره رکورد میزنه. حالا قیمت طلا یه مقدار داریم میبینیم که در بازارهای جهانی کمی تأثیر داشته و کمی داره بالا میره در بازارهای جهانی. برای همین اگر ادعا بکنه رژیم که سکه داره گرون میشه به این خاطره، تا حدود کمی به این خاطر، یعنی 1%-2%، نه یه دفعه 5%-10%. دلار هر روز داره 2,000-3,000 تومان به قیمتش افزوده میشه. اخیراً مقام مجمع تشخیص مصلحت نظام یاسر جبرائیلی گفته بود که دولت رئیسی رسماً از دلار 100,000 تومان داره سخن میگه. حالا این رئیسی که هر جا که میشینه صحبت از این میکنه که آقا ما اقتصاد درست کردیم، ما تورم رو مهار کردیم، مشکل دیگه وجود نداره. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بود. خب همون که در مورد خرج ایران در سوریه صحبت کرده بود و گفته ما حداقل 30 میلیارد دلار در سوریه، یعنی رژیم در سوریه از پول ملت ایران دزدیده، تو سوریه خرج کرده تا بشار اسد در قدرت بمونه. و همونجا الان داره میبینی اسرائیل به این راحتی داره میکشه فرمانده‌هاشونو. چند روز پیش گفته اوضاع امروز شبیه دوران قبل از جنگ ایران و عراق است. اما واقعیت اینه، سالها پیش یکی از کسانی که در جنگ ایران و عراق همه چیزش رو داده بود، صحبت از سپاه و اینا شد، برگشت من گفتش که الان اگر جنگ بشه، صحبت از 20 سال پیش ها، 20 سال پیش، اون زمان برگشت گفت که الان اگر جنگ میشه هیچ جوونی مثل اون زمان نمیره برای سپاه به جنگ. و این بریزو به پاشا، این مسخره بازی و هارت پورتا همش تو خالیه و آخرش فرو میریزه. واقعیت هم همینه. الان در مرحله قرار داریم که ملت ایران از بیخوبون دارن کلن رژیم رو پس میزنن. یعنی در نوروز اعلامیه مشخص دادن، رژیم صداش در اومده، به کلی چراغ قرمزاش همه روشن شده، شروع کرده مثلا مسجد سازی تو پارکای مختلف. که چی؟ همین الان شما مسجد ساختید درش قفله، کسی حاضر نیست بره توش نماز بخونه. خب 1,000 تا دیگه هم بسازید، خب که چی؟ مثلا قرار کاری بکنه مگه؟ این تکرار بیشتر هر کاری که تا الان جواب نداده فایده نداره. صفر و ضرب در هر رقمی بکنی بازم صفره. اما اینا حالیشون نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ راه دیگه‌ای ندارن، هیچ کار دیگه ای از دستشون بر نمیاد. بنابراین اینا به این کار خودشون ادامه خواهند داد و تا آخرش هم وای میستن. آخر داستان اینه که تمام این فروپاشی هایی که دارید میبینید از انواع مختلف، یعنی این خشونتی که کشور رو برداشته، علی خامنه‌ای دیروز اومده راجبه مثلا زنان، نقش زنان در جمهوری اسلامی صحبت کرده، کار به جای رسته که ایران که از زنکشترین جوامع جهان شده. 30 سال پیش شما برید تو اخبار بگردید ببینید اگر یک دونه زنکشی وجود داشت در ایران، بخاطر اینکه اون جوونا، اون مردا که بودن اون زمان و خانواده دار بودن، اونا تربیت شده های زمان شاه بودن، بسیارشون اون نسل ها بودن. تربیت شده های جمهوری اسلامی خیالشون راحته اگر زنشون رو بکشن اتفاق خاصی براشون نمیفته، نهایتا چند سال زندان، یا اگر بچه هاشون رو تیکه تیکه بکنن تو چمدون جسدشون رو یا در کیسه زباله اینور اونور بندازن، نهایتا چند سال زندانه، اتفاق خاصی براشون نمیفته. اینا همه نشانهای فروپاشی یک سیستمه که ملت ایران در مجموع شاید داره اینا رو میبینن، شاید افرادی هم هستن که اینجوریان، ولی این رو نخواهند پذیرفت. اتفاقاتی که داره میفته همگی نشان دهنده یک چیزه، رژیم اسلامی دیگه نمیتونه چارچوب این حکومت و دولت و این کشور رو نگه داره و از اینجا به بعدش شاهد درگیری، حمله درونی و بیرونی، تجمعات میلیونی و بسیار بسیار کوبنده خواهیم بود علیه رژیم. پایدار و سرفراز ایران و ایرانی، جاوید شاه، تا با خبر بعدی، بدرود.